میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان. آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابر مرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. امروز ششم بهمن، انقلاب شکوهمند سفید شاه و مرد که مهمترین واقعی که در دوران پهلوی دوم در ایران با زحمات زیاد، با کوشش و فداکاری های خدایگان آریامهر بزرگ برای ملت ایران، چنین انقلاب شکوهمندی برپا شد که تمام، عرض کنم حضورتون،
قوانین اجتماعی و اقتصادی که روی مسائل سیاسی هم شدیداً اثر گذاشت، تمام این قوانین رو عوض کرد، قاعده بازی رو نه فقط در ایران، مثل انقلاب مشروطیت که یک انفجار بزرگی بود واقعا در جهان و خیلی کشورها رو بیدار کرد که چند دهه بعد این کشورها به دنبال انقلاب مشروطیت به پا خواستن و حق خودشون رو از مستبدین و حتی از استعمارگران، از استثمارگران باز پس گرفت. انقلاب شکوهاند سفید شاه و مردم هم عرض کنم یک جهش بزرگی رو راه انداخت در خاورمیانه و در خیلی از کشورهای جهان، خیلی راحت بگم در تمام کشورهای به اصطلاح بهش میگن جهان سوم که بعدا اینا تبدیل شدن به کشورهای در حال توسعه یافته و چه و چه و چه. خود سازمان ملل به تمام کشورهای افریقایی، به تمام کشورها در آسیا، به همه کشورهایی که در وضعیت مشابه ایران بودن، در دوران فئودالیسم بودن، فقر، آموزش و پرورش نبود، بهداشت نبود، خود سازمان ملل پیشنهاد کرد به همه سران کشورهای جهان که انقلاب سفید شاه و مردم ایران رو الگوی کار خودشون بکنن، سپاه دانش درست بکنن، سپاه ترویج آبادانی درست بکنن، سپاه بهداشت درست بکنن و اینا رو بفرستن به داخل روستاها و شهرهای که به اصطلاح شهرهای کوچیک هست تا مردم از بهداشت، از آموزش و پرورش، از کشاورزی مدرن بهره مند بشن و خیلی اثر گذاشت در دنیا. منتهی مراتب دنیا نمیخواد اینا رو بگه، چون اگه بخواد بیاد و اینا رو بگه و بعد بگه که خب چرا ما خمینی حمایت کردیم، خمینی رو آوردیم نشوندیم اون بیمار روانی رو زیر درخت سیب تو نوپل دوشاتو و گذاشتیمش تو هواپیمای ایر فرانس، پاسش دادیم به ملت ایران و شاه که خود ما تو روزنامه هامون نوشتیم چه انقلاب ایران انداخته و چه شرایط خوبی رو برای جهانیان به وجود آورد، بعد ما همون شاه رو مجبور کردیم از ایران بیاد بیرون. و بعد همین مردم عادی و به هر حال توی اینا یه چهار تا نویسنده شرافتمند هم هست، چهار تا روزنامه‌نگار شرافتمند هم هست، خب اونا میان گریبان چیزو میگیرن دیگه، گریبان حکومت میگیرن که آقا جون اگه شاه بد بود پس چرا ازش تعریف و تمجید کردین و وقتی 1948 علازت تشریف آوردن به لندن با دعوتنامه رسمی که تنها رهبر سیاسی جهان بود شاهنشاه آریامهر که در المپیک 1948 لندن در جایگاه مخصوص، جایگاه ویژه، جایگاه سلطنتی در کنار همین عجوزه که اون موقع هنوز ملکه نشده بود، کنار بابای این زنک عرضه اونجا تشفه بردن و نشستن. خب اگر این مرد آدم بدی بود چرا به اون شکل ازش استقبال شد در لندن؟ در امریکا که علازت وقتی تشفرما میشن به واشنگتن به اتفاق اولیا شعبان و فرای پهلوی، از بالا گل و کاغذ رنگی که داره میزه، تمام خیابونی که از فرودگاه داره میره به سمت کاخ سفید، تمام خیابون اونجوری پر از گل و کاغذ رنگی میشه و جشن و فلان و به زبان فارسی در واشنگتن و همیدن می نویسن خیر مقدم می گیم، مقدم شاهنشاه آریامهر رو مثلا خیر مقدم می گیم فلا اینا. خب اگه این آدم بدی بوده پس چرا اینقدر ازش استقبال کردی؟ اگه آدم خوبی بوده پس چرا سال 57 زیر پاش خالی کرد؟ بنابراین دنیا هیچ وقت نمیاد بگه که آقا اون انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم فقط برای روستاهای ایران نبود، فقط برای روستاییان ایران نبود، فقط برای این نبود که ایران رو از اون دوران واقعا فئودالیسم بیرون بیاره که یه مش ارباب اونجوری با چک و لگد و با این شلاق مردم بزنن، رعیت بزنن، بعد مملکت به حالت ملک و طوایفی داشت چیز میشد، به اصطلاح اداره میشد. 20 تا پارچه آبادی مثلا مال
یه یارویی بود که 500 تا تفنگچه دور خودش هم کرده بود، زورش میچربید، میگه آقا از اینجا تا اون 50 کیلومتری تیمتان 200 فرسخی مال من. اون بر مثلا پسرموش برداشته بود یه بخشی اون مال خودش چیز کرده. مثلا الان که میگن ائمه جمعه اینا همینطوری دیگه، برداشته مثلا کل خراسان رو دادن به عوام، یارو توسی بود حالا دادنش به علم الهدا، اینا هم باجو میفرزن زیر توشکی علی شیره این. و حضورتون عرض کنم به این ترتیب خب اون مرد اومد و ایران رو از این وضعیت، از این آشفت بازار، از این بدبختی گرفتاری نجات داد و ملت ایران رو از فئودالیسم آورد بیرون، وارد جامعه یه مدرنشون کرد. آقا جون توی کشاورز، چون ما به هر حال ممکنه احتیاج به کشاورز داره دیگه، اونم کشورهای مثل ایران که هنوز کارخونه‌ای نبود، صنعتی نبود، یه 4-5 تا کارخونه تلق و طلق اون ور اون ور بودن، ولی در نهایت کشور ایران کشور کشاورزی بود. که آقا جون تو کشاورز هستی، خب این دیگه تموم شد دورانه، تو میخوای با دو تا گاو و یه دونه چیز آهن بیا اینو شخ بزنی زمین، این تراکتور میخواد، این کود شیمیایی میخواد، بعد تو احتیاج به شرکت تعاونی داری، بعد تو احتیاج به بذر مرغوب داری، آبیاری صحیح داری، همینطوری سوراخ کن زمین و یه دونم سطل بنداز اون تو بخواه از چا آب بکش، خب این نمیشه. ما باید کشور رو میخواییم کشور رو بسازیم. شاهنشاه آریامهر پهلوی اومده بود ایران رو بسازه، نمیده بود تخریب کنیم، میخواست تخریب کنه، خب مثل قجرها میشه سوی خونه یه قیلون هم میذاشت جلوش، یه ملیجک هم روی زانوی مبارک مینشوند و با سیبیل مبارک هم بازی میکرد، هر از چنگایی هم به اون فراش باشی خاجه دربار میگذاشت مثلا برو بگو بلقیس خاتون مثلا پاشه بیاد کمرم درد میکنه یه ماساژی به کمرم بده. شما هم میتونست این کار بکنه، رضا شاه هم میتونست این کار بکنه، خیلی بهتر از قاجاری هم میتونستن این کار رو بکنه. تمام مملکت هم برای خودشون چیز میکردن، روش توفنگچی هم میفرستادن این بر اون بر، مثل همون قاجار رو زندگی میکردن. سفارت انگلیس هم هر یه ماهی سفیرشون میومد دستورات رو میداد که مثلا رضا خان یا مثلا محمد رضا خان بله ممدلی رو ببر چرتلی رو بیار، باشه ممدلی رو شلاق بزنین چرتلی رو بکنین صدر اعظم. خب این مرد میخواست مملکت بسازه و اساس پهلوی سازندگی بود، اساس پهلوی این بود که مدرن بکنه کشور رو و کشور رو ببره به سوی تمدن بزرگ. و خب این تمدن بزرگ اینا جزوش بود دیگه، که باید یه انقلاب اجتماعی در ایران به وجود میومد، یک انقلابی که خون ازش نیاد بیرون، نشه مثل انقلاب روسیه، انقلاب اکتبر که میدان سرخ واقعا سرخ شد، تمام اون خیابونای مسکو پر از خون شد، این وریا اون وریا رو کشتن، اون وریا این وریا رو کشتن، به هر حال با خون و خونریزی بود. اصلا شما انقلابی تو دنیا نمی‌شناسید که خون و خونریزی نباشه. تنها انقلابی که در دنیا بدون خون و خونریزی بود و رهبر اون مملکت انقلاب را انداخت، انقلاب سفید شاه مردم بود. اگه انقلاب دومی هست لطفاً به منم بگید، من نمیدونم، شاید باشه، من نمیدونم. حتما اینایی که به خودشون میگن دکترا دارن مثل عباس میلانی که خیلی هم تاریخ و بلده، ماشاءالله هزار ماشاءالله، که چراغ الله باید دورش بگردن، عرض کنم حتما میدونه دیگه، عباس میلانی حتما میدونه و سایر حضرات حتما میدونه، اینا که میان کتاب میذارن جلوشون بعد شاهنامه میخونن بعد میگن من دیگه چاره ندارم که دیگه باید برم بشم مثلا استاد دانشگاه، بعد میرن خونه پادشاه میگن تخم مرغ روز کرد نداد ما بخوریم، بعد اون یکی که نشسته اونجا میگه من بیشترین رکورد جلو دوربینه دارم، ایدل اگر عاشقی بعد به یه منقل باش از بازوش آگهی رد میشه، بعد اون یکی که نشسته توی لندن و میگه من رو دست من روزنامه نگار نیست. خب اینا شما باید بدونید دیگه کجا تو دنیا یه انقلابی شده به توسط رهبر اون مملکت و یه قطره خون از دماغ کسی که بیرون نیومده هیچی، همه آحاد مردم چه شهری چه روستایی از این انقلاب ثمراتشو دیدن. یعنی منی که اهل روستا نبودم اهل شهر بودم، منم رسیدم به دروازه های تمدن،
پدر مادر من و انسانهایی که در شهر زندگی میکردن از انقلاب شکوهمند سفید شاه مردم بهره بردن. زنان ایران بهشون حق رأی داده شد. فقط این نبود که کشاورز صاحب زمین شد، اصلاحات ارضی شد. فقط این نبود که کارگر صاحب سود سهام کارخانه شد. نه، این بود که روستاییان بچه هاشون مفت و مجانی براشون اتاقکای درست کردن، چادرایی زدن بهشون، بودن چادرای سفید، این مدرسه بود، داروخونه براشون زدن، درمونگا براشون درست کردن. جوونی که اهل تهران بود، اهل مثلا اصفهان بود، فرستادنش تو دورترین نقاط اون مملکت و جوانای اون نسل با شرافتمندانه رفتن و خدمت کردن، رفتن در روستاهایی که واقعا تو نقشه ایران هم شما اسمشو به زور میتونستی بخونی، ولی رفتن به عنوان سپاه دانش، رفتن به بچه های مردم الف ب پ یاد دادن، الف و یاد دادن. بچه های روستایی هم تونستن بخونن و بنویسن، مثل پدر مادرشون بی سواد نشن که یه ملای بیشور ساعت 6 بعد از ظهر تنگ غروب هر روز مخ اینا رو تو مسجد بزنه، بره اون بالای مشت اراجیف بگه به تمام زنای دهات. این آخوندا تجاوز میکردن، بعد به زنه میگفتن اگه بری به شوهرت بگی فردا میرم فتوا میدم میگم این زنه اوضاعش جالب نیست، سنگسارت کنن. زنه بدبخت هم هیچی نمیگفت. چقدر زنان روستایی باردار شدن از دست ملا، بعد جرأت هم نمیکردن بگن. مردم به شوهرم میگفتش که خب مثلا گند کار که در میومد چقدر زن به قتل رسید. اینا قاتل هم، این آخوندا فقط دوز نیستن، قاتل هم. حسن یعنی اول قاتلم بعد دزدم، این بی‌ناموس های بی‌شرف عمامه به سر. و چقدر بچه های دخترها و پسرهای ایرانی رفتن به عنوان سپاه ترویج آبادانی یاد دادن به روستایی ها طرز استفاده آبیاری، باغداری، برنجکاری، چه بدونم کشاورزی. در نهایت چقدر این بچه های سپاه دانش چقدرشون کشته شدن، کتک خوردن، زخمی شدن، چش و چالشون زدن، کور کردن. همین ملایی میرفت بالای منبر میگه آی این جوانایی که از شهر اومدن میخوان کاری کنن اینجا برای شما حمام بزنن، آی کارگرا، آی کشاورزا، آی مردم مثلا شریف روستایی، نمیدونم نوراباد، زوراباد، اگر فردا بری همون دیگه نری تو اون خزینه با اون کاسه آب نری تو دوست سر صلوات ندی، غسل نکنی، بری تو بری تو اون حمومه که دوش داره، دوش آب داره، این نطفت حروم میشه. میدونی چقدر حموم ساخته شد بعد خود روستایی ها رفتن همونه که ساخته بودن رفتن زدن حموم ها رو زدن در داغون کردن. بله، علت چیز نه که روستایی مقصر باشه، علت این هستش که بی سوادی بود، بی سوادی حاکم بود. دلیل انقلاب، یکی از مهمترین اثرات انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم این بود که بی سوادی رو ریشه کن بکنه، که سرانجام بعد از یک دهه 75% مردم ایران خوندن نوشتن بلد شدن. به خاطر همین بود که یواش 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 مردم میفهمیدن چه تلخ است این قصه مردم فریب، زندگی در دوزخ با امید بهش. ملت بعد فهمیدن که اینا چه بی پدر و مادرایین. واسه خاطر همین بود که دیگه مساجد خالی شده بود، یه تاسوع عاشورا اینا زورشون رو میزدن، ارتششون رو به رخ شاه میکشیدن، که از اون چیزای مذهبی مردم، احساسات ابلهانه مذهبی مردم همه ما استفاده میکردن. و بازارم چلو کباب و خورش قیمه و خورش بادمجون و خورش سبزی رو میفرستاد تو چیز، تو این هیئت ها. بعد ما هم که اساسا ما ملت عادت به مفت خوری داریم، اصلا خوشمون میاد هم مفت حرف بزنیم هم مفت بخوریم. بله، بندم خودم یکی ها، نه که مثلا میگم شما ملت من تاخت جا، نه منم اصلا به عشق قیمه میرفتم، زنجیر میزم سینه میزدم، خیلی هم خوشمزه بود اون قیمه. نمیدونم چرا اینقدر خوشمزه بود، اینگاه مثلا تو خونه خودمون قیمه نمیخوردیم. حالا بعد مادرم تو خونه قیمه درست میکرد، بعد به مادر اعتراض میکرد، با مامان مثلا چرا قیمه داری؟ خب مردش رو قیافت بنام، تو واسه همین قیمه 5 ساعت تو خیابون داری میزنی تو سرکله خود بیجوره نفهم. و به این ترتیب بازارم پولو خرج میکرد و این جماعت میکشید تو خیابون. هرچی هم لات و لوتای محل بودن که بعدها همه شدن کمیته چی، در یه هفته قبلش ریشه رو گذاشته بودن و یه دونه شال سبز و تیپ هم میزدن قشنگ، یه تبل و شیپور و چیز هم میگرفتیم دستمون و را میفتدیم. تمام ایران میشد چیز، میشد
عزاداری. منتهای مراتب در نهایت مردم چون باثبات شده بودن، اون دو سه روزه بود یا تاسوعه عاشورا بود و یه روزم بود، چی بهش میگن، یا روز ضربت زدن، ضربه بهش زدن، چیکارش کردن، مثل کرمک بزن اسمش کردن، ضربه زدن بود، ضربت زدن بود، نمیدونم یه چیزی بود. بعد همین دو سه روز بود و اگر مردمشون اشغال میکردن، تو هر خیابون یه عرق فروشی بود، بوی کباب و بوی اسپرینوف همه جا رو گرفته بود و صدای سوسن و آقاسی همه جا پخش میشد. به هر حال انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم اثرات بسیار ژرفی تو مملکت گذاشت و هر سال یه اصلی به این اصول داشت اضافه میشد. مثلا در مورد ادارجات فقط این نبود تو محدود روستاها بمونه، مبارزه با گران فروشی بود، بعد اصل نمیدونم فساد، مبارزه با فساد در چیز بود، مسائل ادارجات بود و چه و چه و چه، همینطوری میام همین تغذیه رایگان مثلا به چیز خورد، به پست همین جریان خورد که این انقلاب ادامه داشت تا لحظه‌ای که دیگه آریامهر میدیدن که خب بس دیگه این مملکت رسید، مردم ایران شعورشون رسید به اون حدی که بدونن که بله واقعا خیلی ما ایرانی هستیم، بالاخره بفهمیم ما ایرانی هستیم. اونم نسل من قرار بود بفهمه، نسلی که له و لورده شدیم، نه آمیخته به خمینی شدیم و نه از موهبات شاهنشاه آریامهر که به ما رسیده بود تونستیم از اون موهبات بهره برداری بکنیم و به یه ثمری برسونیم، بشیم یک ورزشکاری که به درد مملکتمون بخوریم، ملی پوشان آینده بشیم، پزشکای آینده بشیم، مهندسین آینده بشیم، خلبانای آینده بشیم، وزیر بشیم، وکیل بشیم، معلم بشیم، کارمند بشیم، تو کار شغل چیز بریم، نه بازاری بشیم ما مثل آدم حسابی بریم تو کارهای بیزینس و تجارت های شیک تمیز مثل آدم ما هم شرکت داشته باشیم، چند تا به قول آقای قاطب سوپروتر داشته باشیم و بعد در یه قسمتی از دنیا ما هم خرید و فروش داشته باشیم، ما هم آدم بشیم. که بعد انگلیس گفت نه دیگه خیلی بسه، خیلی بدجوری دارید آدم میشید، اینکه زنای ایران بخوان مثل زنان لندن لباس بپوشن و بانوان ایرانی بخوان مثل بانوان انگلیسی برن پشت میزای بانک بشینن و تخت 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 ماشین نویسی یاد بگیرن و بعد گروهبان زن داشته باشیم، استوار زن داشته باشیم، افسر زن داشته باشیم، افسر پلیس داشته باشیم بیاد مرد ایرانی رو جریمه بکنه، بله سر چهارا بگه آقا بزن کنار، بله شما چرا قرمز رد کردی، گواهی نامه مردم جرئت نکنه بهش بگه بالشش دبروه، بعد که زورشون چربید رفتن به همون زنه تجاوز کردن، گفتن این چیز بوده، منافق بوده، بله پیشوارش هم کشتن، حالا پرونده‌اش رو میشه. بعد قاضی داشته باشی تو ایران، قاضی زن بشینه مرد رو محکوم بکنه که تو به گور پدرت خندیدی زنت زدی 6 ماه زندان مثلا فلان، بعد حق بچه رو دهن مرد ایرانی بکشی بیرون، بله که مردشون رو قیافتن رو ببرن که مملکت به این روز انداختید، حالا مملکت شده چیز آلمانی مردانه، خودشون آسیب کوتاه میپوشن، سر تا سیغه میکنن، هر غلطی دلشون خواد میکنن، زن نگونبخت 40 ساله باید جوراب کلوف بپوشه و لچک بزن رو سرش. اگه شما مردا جرئت کردین شرف، اگه دارین تو خونه خودتون 10 دقیقه یه روسری بزن رو سرتون، کولر هم روشن نکنید به هر حال. و برمون گردوندن به زمان قجر، خیلی هم بد جوری برمون گردوندن، چون در زمان قجر بود دیگه، یعنی اون موقع کامپیوتر نبود دیگه، براتون بگم اتومبیلی نبود، هواپیمایی، ملت چیزی ندیده بود، ملت فقط اسب و شتر و گاو و گوسفند و یابو و الاغ و زمین بایر و دیگه بر بیابون و گالیش و لباسایی که اسمش لباس نبود، یه بونی کرده بودن تنشون، شپش و ملخ و چیز مردم ندیده بودن در هیچ دورانی از بعد از این حمله تازیان، مملکت اصلا دست نخورده بود، یکی دو تا اومدن یه کارایی کردن، اونم یه کارایی چیکار کردن، فقط تمامی طرز کشور حفظ کردن، زبان فارسی رو اومدن مجددا احیا کردن، گسترشش دادن، دست به این کارا زدن، یعنی اصلاحات تو مملکت نشون، مثلا فرض بفرمایید اصفهان همون اصفهان دوران شاه عباس، همون اصفهان دوران نادر، همون اصفهان دوران مثلا فتلی، شیراز همین،
تهران هم اینطور، تبریز هم اینطور، مثلا شهر نبود، یه دهاتایی بودن، اصفهان یه دهات بزرگ بود، شیراز یه دهات بزرگ بود، بهش گفتن شهر. نسبت وقتی شما مقایسه می‌کردی با جای دیگه، اون شهر اصفهان. به هر حال یا نقاط دیگه. خب ولی ما همه چی رو دیدیم، ماشین لباسشویی رو دیدیم، دیگه تلویزیون دیدیم، کامپیوتر دیدیم، به هر حال خیلی چیز نیز دیدیم، اتومبیل دیدیم، هواپیما دیدیم، قطار دیدیم، دیگه حضورتون عرض کنم بیمارستان دیدیم، زایشگاه دیدیم، تفریح دیدیم، دانشگاه اومد، همه چی اومد، آسفالت اومد. بعد تو یه دفعه بیه همه اینا رو ازش بگیری برش گردونی به دوران اسب و الاغ و خیابونای دربداغون و که از توی فاضلابا موش و سوسک و اینا، بعد موشا از تو درخت برن بالا، بعد آخونده بیاد بگه شهردار تهران دوست مرکه دوست بیاد بگه که نه آقا مگه موشا درخت بالا میره، مرکه من کوری و جفت این برداری کردن پخش شده. به هر حال انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم رو به ملتی که امروز متوجه شد که چه مرد شریفی رو، چه پادشاه دلسوزی رو، چه خدایی رو از دست داده، به شما ملت به گروگان گرفته شده ایران که هممون اینقدر نادم و پریشان و پشیمان و درب داغون و هممون یکی یه دونه، یکی یه دونه که نه، یه صد تا دونه کشیده و چک و لگد از جمهوری اسلامی خوردیم و هممون خجسته باد. تا دنیا دنیاست، انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم که مهمترین واقعه بود، مهمترین اتفاقی بود که در دوران پهلوی دوم به وجود اومد، به همه تون مبارک باشه، خجسته باد میگم و قدر تمام اون زحمات رو بدونید. اینو به صورت خلاصه فعلا گفتم. سه تا نقاشی بچه ها امشب پخش میشه، عرضم به حضور شما، و پیام های الازد باید پخش بشه، شانشار یامد در مورد انقلاب شکوهمند سپید شاه مردم، و پیام هایی که در مورد مصاحبه الازد بود که بسیار مهمه، همه رو میخواییم تو این برنامه یه جوری بگنجونیم. ضمن این که میهن پرستان واقعی، عاشقان ایران آریایی، لطف و محبت بکنن سنگر ایران آریایی رو مثل همیشه خونه خودتون رو نگه دارید. خیلی هم ازتون ممنونم. باور کنید یه روزی روزگاری که بدونم دیگه باید بگم، یعنی بدونم دیگه تموم شد و کار تموم شد و دیگه داریم میریم، دیگه میریم به سمت آزادی و چه و چه، بیام به شما بگم چه کسانی با این سنگر دشمنی کردند که همه تون شاخ در میارید. و میدونم که یه عده تو، حال نمیگم همگی اکثریت، ولی یه عده رو مطمئنم که حرفمو باور نخواهند کرد، حقم داری. چون من اسم اسامی رو که بخوام بیارم که چه کسانی تا این لحظه که من اینجا پیش شما نشستم چه توطئه هایی دارن در دنیاهای مجازی، شبا میشینن توی این چیزا میشینن با هم گفتگو میکنن، اسکایپ و فلان و اینا، که اینقدر بیشورا نمیدونم، با ما همه جا رفیق داریم، صدای ضبط شدهشون برای ما میاد، که چه مزخرفاتی راجع به این تلویزیون گفتن و میگن و چه توطئه‌ای کردن و دارن میکنن، اما هیچ غلطی نمیتونن بکنن. میدونی چرا؟ یه جمله بگم بریم، که از جناب مهندس خواهش کنم شماره 1 و 2 دو تا از نقاشی بچه‌ها رو اول نوت و بعد بفهمن پخش کنن. یه فرمولی رو بذارید به همه شما بچه‌ها، نوجوانا، جوونا، یه فرمولی رو بذارید بهتون بگم. وقتی کاری، هر کاری، ازدواج کردن، رابطه یه زن و مرد در دوران نامزدی، در دوران زناشویی، رابطه دو تا رفیق که میخوان آغاز بکنن دوستی رو، دو تا پسر دو تا دختر، رابطه پدر با فرزندش، رابطه فرزند با خانوادهش، رابطه خواهر و برادر، رابطه فامیلی، رابطه دو تا همکار، هر چی رو شما بخواین حساب بکنید، به هر حال روابطی که بین انسان‌ها برقراره، وقتی بر اساس عشق، مهر، صداقت، راستگویی، درستی، همون کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک باشه، نه علکی چاکرتم، قربونت برم، مخلصتم، فدات بکنم، فدام بکنی، تو ماچ بکن، من ماچ بکن، بعد چرت و پرتا یا رو روش برمیگردونه، با اکاش ما رو چقدر ور میزنه، یک پدر سوختی، یا این خیلی پدر سوخته، نه اینطوری. واقعا وقتی با یکی صحبت میکنی، به یکی میگی درود به شرفه، به یکی میگی خسته نباشید استاد، برادر عزیز، پدر، مادر، معلم، مربی،
از تایی دلت بگی، چون از تایی دلت بگی طرف هم میفهمه تو داری راست میگی، چرت پرت نمیگی، چاخان پاخان نمیکنی، نمیگی. خب همیشه دنبال صداقت برید بچه ها. ضرر میبینید، نمیگم نمیبینی، کشیدن میخوری که آقا با راستی نمیشه زندگی کرد. نه، به این فرمول اصلا گوش نکنید. چرا؟ با راستی میشه زندگی کرد. زمین میخوری، ضرر میبینید، حتما کسی که دنبال راستی و صداقت و درستی بره مطمئن باشه سوار کادیلاک نمیتونید بشید، ولی سوار پیکان میشید. خب نگاه نکن که به خاطر رسیدن به اون کادیلاک، به خاطر رسیدن به اون شورولت، بی ام وی، بنز، فراری، حالا هر چی، به رسیدن به اون ماشین شیکه، رسیدن به اون خونه بزرگه که استخر داره، استاب داره، رسیدن به این که میری تو شماره حسابت رو نگاه میکنی همطوری پول قلمبه قلمبه جمع شده توی شماره حسابت، به اون نگاه نکنید، چون زندگی به اون نیست. زندگی به اونه که وقتی که اشباخ شدی همه چی، یعنی یه کدیلاک دم خونت پارکه، یه بی ام دبلیو دم خونت پارکه، باقی داری، زندگی داری، هر جا میری مثل علی دایی و علی پرده میگم اومد، به به به، همینطوری داره میره، همینطوری دلار داره ازش میریزه. اینا زود گذره، اینا زود گذره، اینا مال تا یه زمانیه. یه زمانی معنویات احتیاج داری، یه زمانی میخوای بشینی با یکی یه پیاله عرق بخوری، یه گپی باش بزنی. هیچ کی دیگه نیست. میدونی چرا نیست؟ هستن، نه که نیستن، چون خودت میدونی همه نوکر پولتن. اون موقعی که میخوای با یکی هم بشینی یه گپی بزنی، میگی ای با این پدر توختم حالا میشم اومده واسه خاطر این ویسکی و کباب من جا نشسته. اعتماد در خودت از بین میره و وای به حال اون آدمی که در وجود خودش اعتماد از بین بره، یعنی دیگه به زنش، به بچهش، به خدا، به هیچ کس اعتماد نکنه. بعد اون موقع تازه میفهمی چقدر توهی هستی، چقدر پوچی، با تمام این مال و اموال هیچی نیستی. اون آدمی خوشبخته که اینا رو نداشته باشه اما تو مردم اعتبار داشته باشه. وقتی احتیاج به یه کمک داره از در دیوار آدم بریزه، بگن ما با وجودمون برای این کار میکنیم، با وجودمون اینو کمکش میکنیم، اون مزه میده که بدونی توی آدم، حالا به قول اصطلاح معمولی، آسوپاسی، اما مردم حمایتت میکنن، مردم دوستت دارن. این ارزش داره. امیدوارم حرف منو بفهمید امشب، چون فردا اگه بفهمی یه روز ضرر دادی. من هیچ وقت دنبال این چاپلوس بازی و پدرسوخته بازی نرفتم، همیشه موقعیت داشتم، خیلی موقعیت داشتم، تو ورزش، تو سیاست، تو اجتماع، تو محل کار، اما هیچ وقت حاضر نشدم همکارمو بزنم که میدونستم اگر یه تلنگر به این بزنم رئیس حرف منو قبول میکرد، اینو مینداخت بیرون، من دو تا پله میرفتم بالاتر. گفتم نه، من کارگر حاضرم بمونم. موندم ولی نون اونو آجر نکردم، در حالی که اون به من ضربه زد، ولی گفتم نه. همه رو بسپارید به دست روزگار، به دست خدا. این دنیا حساب و کتابی داره. به هر حال اینم گفتم، چون در هر برنامه‌ای فقط نباید مثل میخ بشینیم راجع به سیاست بگیم. نوجوانا و جوانا پایین برنامه میشینن، در هر برنامه یه 4-5 دقیقه هم یه چیزایی باید به شماها گفت، چون شما تو بد دامی افتادی. و خیلی ها اومدن ضربه بزنن به این تلویزیون، خیلی ها اومدن و دارن میزنن و دارن سعی میکنن، اما این سنگر با صداقت داره کار میکنه. به خدا قسم اگر من بخوام خودشیرینی حرفو بزنم، همیشه هم گفتم، همین الان برنامه‌ام قطع بشه، تا روزی که زندم کسی از من بپرسه میگم تا اون روز من نشستم این سنگر، بعد من میخواد چی بشه من نمیدونم، من تا الان دارم میگم این سنگر کار خودشو کرد، تمیز، خیلی قشنگ، با صداقت رفت جلو. قدرشو مردم ایران بدونید، ایرانی های خارج از کشور کمکش بکنید، دستتونم درد نکنه، دست گلتون درد نکنه. از 10 یورو تا هر چی که واقعا میدون، من نمیگم به زندگیتون ضرر بزنین، از گلو زن و بچه‌تون بزنین، نه، من چنین توقعی ندارم، ولی میدونی که تای جیبت یه چیزی مونده که حالا این به دردت نمیخوره، اینو بفرست بیاد اینجا، چون این سنگر رو داره روحیه میده به بچهای داخل کشور. ما بچه‌ها رو داریم بیدار میکنیم، ایران آریایی بیدار کرد، تلویزیونای دیگه همه، ببخشید گفتم تلویزیونای دیگه، من جملاتمو نمیخوام دست بدم، طویله‌های دیگه ملت ایران رو خوابوندن، لالایی برای ملت ایران گفتن، همشون گفتن بدون استثناء، رو حرفم میمونم، همشون گفتن بدون استثناء، همشون برای ملت ایران لالایی گفتن. هیچ کس نیومد
صادقانه مبارزه کنه. اگر کسی هم اومد تو برخی از تلویزیون‌ها صادقانه مبارزه کنه، مثل استاد فاضلی، زیر آبشو زدم. همین تلویزیون پارس زیر آب رضا فاضلی رو زد. من با صراحت جلوی دوربین میگم، خودش اومد نشست و گفت، برنامه‌شو ساعت برنامه‌شو دادن به اون شرم‌آور بی پدر و مادر مأمور اطلاعاتی. بگذاریم، دستتون درد نکنه، حواستون به سنگر خودتون. اینجا خونه ما میهن پرستانه، اینجا خونه عاشقان شاهنشاهه. ایران آریایی یعنی خونه پهلوی، اینجا یعنی خانه شاهنشاه، خانه رضا شاه، خانه شهبانو، اینجا یعنی بچه های گارد. ما وایسادیم که کسی به خانه شاه صدمه نزنه، به پادشاه صدمه نزنه. دستتون درد نکنه. از طرف همه بچه های ایران هم ازتون ممنونم. جناب مهندس، یک و دو نقاشی بچه های عزیزمون رو پخش بکنیم. خیلی هم دستتون درد نکنه، قشنگ کشیدید، باری کردم. سبو میرم پخش میکنم، ولی بذاری اول دوتا پخش بشه. Thank you.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آفرین به بچه های عزیز، آفرین، خیلی 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 زیبا، باریکلا. جاوید شهاب آفرین، همینطور جاوید شهاب بنویسید، آفرین. یکی دیگه مونده اونم براتون پخش میکنه. اما انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم پیامدهای خیلی زیادی داشت. اصلا علت شورش 57 همون انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم شد. 6 بهمن 41 باشد بگیم که آقا یعنی چی؟ الان بهتون میگم. اگر مسیر این، اگر رو میگم به خاطر اینکه جمله‌ام تکمیل به شما، مسیر پهلوی است. بچه‌ها نوجوانا، جوونا گوش کنید، حواستون رو بدید به من. ممنونم اصلا از بچه‌هایی که تو تلگرام و تو اینستاگرام و پالتاک دارید چیز میکنید و هنو توی کلاب هاست دارید پخش میکنید، خیلی ازتون ممنونم. عرض کنم حضورتون، حواستون بدید به من، اگر روند پهلوی اون راه ادامه پیدا کرده بود تموم بود، ما رسیده بودیم به امپراتوری هخامنشیان. اصلا هدف همین بود. دومین حادثه مهم دوران پهلوی دوم، خب گوش کنید، حواستون بدید به من، جشن های همون جریان تخت جمشید بود. شما دقت کن ببینید هر جا که دشمن میاد روی جریان پهلوی انگوش میذاره، مثلا الان میگن که آقا این لگن فروش دوز مولد اصلیش این جونور کثیف لجنزاره، اسم این فروش فروش دار نمیخواستم بیارم، نمیشه، همش دمپر من میچرخه، هر کشیده که میزنم یکیش باید بخور به این فروش فروش داره، خیلی خوب میاد دمپر ما میچرخه، مردش رو هیکل نجاستش رو ببرن، آقا عکس شاهزاده رو میبرن، آقا اتحاد رو به هم میزنن. همین پدر سوخته ها با اون شهریار آهی انقدر نشستن زیر گوش شاه مملکت خوندن، شاهزاده تموم شد. نگاه کن همه رادیو تلویزیون ها میگن فرح پهلوی، فرح دیبا، پهلوی هم نمیگن، فرح دیبای سابق، آخرین ملکه، آخرین شاه، آخرین ولیعهد، آخرین سلطنت، آخرین سفر شاه، آخرین مسافرت شاه، آخرین نوشیدن کوکاکولای شاه، شاه آخرین، آخرین. ناگهان شاهزاده نمیخوان دیگه شما رو، پهلوی تموم شد، پروندهش بسته شد. آقا 40 شما بشین پای گوش یه انسان مدام بگو تموم شد، تموم شد، تموم شد، تموم شد، و همش داری انرژی منفی داری میدی به مردم. این ایران آریایی، این سنگر که باز شد، شما خودتون ملت بشینین قضاوت بکنی کدوم تلویزیونی اصلا سرود شاهنشاهی که نعوذ بالله اصلا کفره، چی سرود شاهنشاهی؟ سرود ای ایران هم به زور میذاره، این پرچم هم واسه خالی نبودن علیزه به خاطر ایزگم کردن اون پرچم هم میذارن، وگرنه به خدا قسم این پرچم هم نمیخواستن بذارن. چرا؟ به خاطر که اصلا قرار بود این بساط ایرانیسم، بساط ناسیونالیسم اصلا برچیده بشه. ما بچه های طرفدار نظام پادشاهی، ما پهلویستا، ما ملت ایران تو کوچه و بازار هی گفتیم خدا اون پدر پسر بیامرزه، خدا بیامرزتش، این خدا اون پدر پسر بیامرزه، خدا بیامرزه، خدا بیامرزه، خدا بیامرزه، این پهلوی رو نگه داشت تو ایران. موج خارج از کشورم که بچهای میان پرست بودن که از هم پراکنده بودیم، نه به ما میکروفون میدادن، نه کیهان لندن، نیمروز لندن اصلا نمیذاش ما دمپرش بریم، میگه فقط اما بخرید. 4 آبان و 9 آبان هم یه چیزی راجع به شاهنشاه، مثلا یه اونم کی؟ نه خود سردبیراشو، مثلا تیمسار سپهبد پرویز خسروانی، هر 4 و 5 مرداد و هر 4 آبان و 9 آبان پول میداد به چیز. من خودم شاهدم، زنده یاد تیمسار سپهبد پرویز خسروانی، بنیانگذار باشگاه فرهنگی ورزشی تاج ایران، این مرد شریف، این امیر شریف ارتش شاهنشاهی ایران پول میداد 200 پوند 300 پوند که اعلامیه چاپ بشه توی کیهان و اینا رو، نیمروز، کیهان لندن و احتمال نیمروز، ولی کیهان رو میدونم. همین یعنی شما به میهن پرستان هیچ جا فرصت نمیدادن که تو بری یه چیزی بنویسی.
احیانا که یکی همتی میکرد یه روزنامه یه میخواد چاپ بکنه، با چه امکانی میخواد چاپ بکنه؟ مثلا یه روزنامه چاپ میشد، مثلا به طور مثال میگم توی برلین، یه همونجا تو همون برلین 40-50 تا نسخه چاپ میشد، بعد 2 ماه 3 ماه 6 ماه 8 ماه بعد اصلا تعدیل میشد. خب نمیتونه از پشتوانه نداشت. رادیو تلویزیون ها که اصلا درا رو بسته بودن، شما میرفتی رو خط خیلی دیگه میخواستی از زیر دست بالای اینا چی بعد میگفتی شاه فقید اعلی حضرت فرمودن، اصلا حرفا نبود، اصلا جرئت نمیکردی راجع به ناسیونالیست بگی. من انقدر از اینا کشیده خوردم باورتون نمیشه. بعد که من یه ذره این بر اون بر سر صدام در اومد و مثلا تو رادیو این بر اون بر رفتم، یه ذره سر صدا کردم، نه که حرمت منو بگیرن، همچین یه جورایی من میترسم که صدا اینو قطع نکنیم، چون میریزم تک پوتون یکی میکنم. اونم چه جوری به ما فرصت میدادن؟ در حدی که مثلا فرض بفرمایید مثل ششم بهمن ما بیم یه جمله بگیم، بعد میگم آقا راجع به موضوع روس صحبت کن، اون یارو قائم مقامی بود، حسین موری توده‌ای بود، خدا لعنتشون کنه، میگه آقا مرده رفته چی، من ول نمیکنم، من از دست جنازه هاشون بر نمیدارم، منو نصیحت نکنه، از این چرت و پرتا به من نگی، جنگ من تا پیروز نشم اینا رو ول نمیکنم، پیروز که شدم بعد میگم آقا دیگه مرده ولش کن، پویسار مرده حرف نزن، بقیشون که جنازه سیاسی ان به جنازه آدم لگد نمیزنه، ولی تا موقعی که ما به پیروزی نرسیم من اینا رو ول نمیکنم. هر از چنگای فرصتی پیش بیاد، یه جایی پیش بیاد، یه بحثی پیش بیاد، بلافاصله لگن فروش دوز میکنم تو دستشوی سیفونم میکشم پوش و رفقاشو، شک نکنی جنگه، چون اونا دارن این کار با ما میکنن پشت پرده، آدم میفرستن تو این تلویزیون که تلویزیون رو ریشهشو بزنن. زو بعد اینا اینقدر نشستن گفتن این حرفا رو که اصلا جریان پهلوی رفته بود، بچه های میهن پرست تو دنیاهای مجازی بود که ما اونجا فریاد جاویدشاه میزدیم، فریاد پهلوی میزدیم تو همون پالتاک، بعد یاراشون رو میفرستادن نمیدونی چه شبایی برای ما درست کردن، و این ایران آریایی بود که اومد وایساد، واقعا محکم ایستا. وجدانم به شما بگم خیلی کار سختیه، وسط جنگل وایسادی بغلم شغال و گرد داره بهت حمله میکنه، بابا خیلی باید قوی باشی که اینقدر بیان چنگت بزنن، گازت بگیرن، بدنت زخمی کنن، خون پات بیاد، ولی همینطوری وایسی خیلی حرفه. یه همچین چیزی ما تو جنگل گیر کردیم در برابر این حیوانات درنده، این دایناسورای همشون هم مأمور CIA پول گرفتن تا خرخره توپ به توپ دلارا چیدن، الکی هم میان میگن نداریم بدبخت، ما یه دو تا اتاق دارم تو لس آنجلس، دروغگو لعنت به پدر و مادرش، همشون تا خرخره خوردن. اینا اومده بودن اصلا جریان ناسیونالیسم رو در به داغون بکنن، اصلا اومده بودن کاری بکنن که شما یادت بره دیگه ملت ایران. بذارید در گوش دوستان افغانی من، از من ناراحت نشید، من همیشه گفتم بازم من افغانستان رو به اسم کشور نمیشد، من افغانستان رو پاره ایران میدونم، تاجیکستان ازبکستان رو من پاره ایران میدونم، وقتی میگم افغانستان انگار دارم میگم استان خراسان، از حرفای من ناراحت نشید، من قصد تحقیر ندارم، خدا شاهد و گواه، همیشه دیدید من میگم اسم ظاهرشاه میاد میگم علی‌حضرت ظاهرشاه، با احترام میگم و واقعا مرد قابل احترام هست. افغانستان چرا به این روز سیاه افتاد؟ چون از افغانی ها توسط نیروهای ضد افغان داخل افغانستان استفاده کردن و مردم افغان اون حس ایرانی بودن و حس ناسیونالیست بودن رو ازشون گرفتن. اون گفت من هزارم، گفت من پشتونم، اون گفت نمیدونم ستونم، هر کی یه داستانی با انقدر گیجشون کردن که افغانی ها اصلا همه چی رو به باد دادن. یادشون رفته بود که تا 50 سال پیش افغانستان با کابل دانشگاه داشت، فرودگاه داشت، سران کشورهای جهان خیلی از سران کشورهای جهان اومدن کابل دیدار داشتن با علی‌حضرت ظاهرشاه، خود علی‌حضرت ظاهرشاه به خیلی از کشورها سفر کرد، اصلا کاری کردن افغانی ها فراموش کردن همه چی رو، اونایی هم که ایستاد مبارزه بکنن یا اونجا تیربارونشون یا کشتنشون، بقیشون که آواره آلمان و کانادا و امریکا. ببین چقدر افغانی ها 6 میلیون 10 میلیون 5 میلیون افغان دنیا آواره شدن در حسرت مملکتشون. اوکی، این بلا رو داشتن سر ما می آوردن، منتها چون رضا شاه بزرگ، چون آریامهر بزرگ اون بذر میهن پرستی رو کاشته بودن تو ایران، کسی این کار رو تو افغانستان نکرده بود. ظاهرشاه اومده بود تازه شروع کنه که بنده خدا رو زدن افلیجش کردن. چون بذر میهن پرستی رو کاشته بودن، اون بذر میهن پرستی همون کتابایی که ما
تو دوران دبستان و دوران راهنمایی و دبیرستان میخوندیم ایران رو چرا دوست باید داشت و همون اشعار که تو کتابا میخوندیم، اون فضایی که تو ایران بود، اون سینماها، اون تئاترها، اون تلویزیون، اون رادیو، به هر حال 50 سال کار شد، کارهای میهن پرستانه تو ایران شد. همین که ما صبح اول صبح میرفتیم پرچم رو تو مدرسه به اهتزاز در می آوردیم، ماهایی که مثلا پیش آهنگ بودیم سلام پیش آهنگی میدادیم، سرود میخوندیم، بعد کتاب سرود داشتیم. خب اینا رو بچه اثر میذاره دیگه، اینکه معلومه بچه میگم نقاشی بکشین تو بچه اثر میذاره. به این ترتیب ما این ناسیونالیسم رو نگه داشتیم، آوردیمش خارج از کشور، خرجش کردیم، خرجی که خرج مملکت کردیم. بله کشته دادیم، ترور شدیم، فوش خوردیم، تهدید شدیم، هزاری تهمت به اون زدن، از بدنمون هم جدا شد. یه عده‌ای هم گفتم با ول کن دیگه چقدر فوش بخوریم، یه عده خسته شدن. حالا بهر ولی یه عده مثل من با سماجت ایستادن. چرا؟ چون من به یه چیزی معتقد بودم، اگه منم جا بزنم دور و بر من 10 تا 15 تا آدمه، اون 10 تا 15 تا آدمی که خود رضام رفت دیگه، ول کن بود دیگه، از این آدم سمشتر ولش کن، ما هم بریم سی خودمون. من باعث شدم که همون 10 تا 15 نفر اگه شد 8 نفر، ولی 8 نفر موند، 8 نفر موند واقعا. الان از اون بچه‌ای که ما تو پال با هم همکاری می‌کردیم، من الان با یه عده‌شون هنوز در ارتباطم و خیلی هم بچه‌های میان پرستن کار می‌کنن، یه عده‌شون هم که دیگه معلوم نیست کجا رفتن. و به هر حال مقصود این که الان من به تمام بچه ها میگم، تو با اینکه من هی کشیده میزنم تو این دنیای مجازی که آقا دنیای مجازی اون چیز حمله نیست، اون جای مبارزه نیست، ولی از یه طرف میگم که نه، اون خونه ها رو از دست ندید، چون دشمن همش داره جاها رو برای ما تنگ میکنه، خودش میاد شایعه میندازه آ کلا پاس یک جای کسی به فلان اینا، این جای کسی به پدر سوخته، تو چرا خود اونجایی پلتات بابا، به همه سکسیتی ان جای بدی، اگه جای بدی پدر سوخته چرا هنوز خودتون چپینی تو پلتات، اگر این اینستاگرام بده چرا خودتون اونجا هستین، اگه اون توییتر بده چرا خودتون اونجا هستین، اگه این تلگرام بده چرا خودتون اینجا هستین. نه بچه‌ها بمونید، اما خیال نکنید مبارزه فقط اونجاست، این حرف منه، مبارزه فقط اونجا نیست. بنابراین اینقدر نشستم به شاه مملکت گفتم، گفتیم نه آقا اعلیحضرت ملت شما رو میخوان، دروغ دارم بهتون میگم، خودتون با مردم در ارتباطید، خودتون آگاهی دارید از داخل کشور. و سرانجام شاهنشاه کشورمون اعلیحضرت که مدام میگه آقا بگید اعلیحضرت شهریار ایران، پادشاه ایران، شاهزاده چی چی بنزین ندهنتون، شاهزاده دیشب اینجوری گفت، این چه طرز حرف زدنیه بابا، بفهمید ایشون شاهنشاه ایرانه، چی میتونست بره تو کاخ به عرضت شانشاریا میگه شانشا دیشب مثلا شاه دیشب شنیده بودم پیش کارتر بودی، بهتر سوخت اینجا در ضرب زدنه. احترام شاه مملکت باید کاملا بگی، تمام فعل و فاعل و تمام افعال رو باید کامل صرف بکنی، فرمودن، رفتن، گفتند، باید سفون شخص جمع صحبت بکنی. چی داری سفون شخص مفرد، اول شخص، دوم شخص مفرد داری صحبت بکنی، مگه داری با بقال این صحبت بکنی؟ بنابراین اینا احتیاج به چی داشت؟ احتیاج به این داشت که یه خونه‌ای باشه مثل این خونه، بیاییم بشینیم و تازه از نو بسازیم. ما اومدیم داریم پایه رو تازه میریزیم، که خدایش هم خوب ریختیم پایه رو، دممون گرد. مقصود این که شاهنشاه آریامهر، این واقعی که در ایران انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم و اون حرکتی که در تخت جمشید شد، اینا همش در جهت ایران سازی بود، در جهت میهن پرستی بود، در جهت این بود که اون نسلی که نمیفهمه این فیلم ها میمونه، نسل آینده میاد با افتخار، ما الان تو خارج از کشور میخوایم جلوی آلمانیا قمپوز در کنیم، چی بهشون نشون میدیم؟ جشنهای 2500 ساله، سفرهای شاهنشاه و شهبانو به دنیا، که آلمانیا که جمعون هم میگه ای این کشور تو ایران اینه، و چرا الان اینطوریه و توضیح میدیم. تو اسلامی شو گفت ما این چهار تا فیلم هم نداشتیم، این چهار تا عکس هم نداشتیم، من چی نشون بدم به همکار آلمانی؟ چی قمزنی و فوش خارمادر و در دیوار سفارت امریکا بالا کشیدن و بعد یه جوی به وجود میارن که جوونی که 40 ساله داره میشنفه مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، جوون میاد تو دنیای مجازی شروع میکنه گریبان قوم یهود رو میگیره، بعد این وسعت پیدا میکنه. آقا جان حالا فرمایشات علاوه پخش میکنم که گوش کنی، ما با هیچ کس سر جنگ و دعوا نداریم، به شما چه مربوطه کسی یهودیه، کسی ارمنیه، کسی آسوریه، به ما چه مربوطه؟
ما همیشه روابطمون با قوم یهود با سایر اقوام همیشه بر پایه دوستی و رفاقت و بر حسنه بوده. اتفاقا تو اون منطقه ما اگر بخوایم با تنها کسی که یعنی به ما بگن آقا شما فقط حق داری توی این منطقه خاورمیانه فقط یه رفیق واسه خود داشته باشید، ما تنها رفیقی که بخوام تو منطقه داشته باشیم اسرائیله، و شما دارید تنها رفیق ما رو دارید تبدیل به دشمن میکنید، چهار تا جوون نادان ابله نفهم این مزخرفات رو دارید میگید تو دنیای مجازی. حالا یه شب من حوصله بکنم بعضی دارم آیدیاتون هم میام نشون میدم که خیلی دیگه دارید احد دهانتون صحبت میکنم، علامت هیتلر هم برم دارید میذارید و آقای احمدی مال آریا هاست، چرت پرت هاست بازه امه بزرگ هاستون بریم بگی. یه داستان دیگه ای داره اون جریان، یه بخشش تو هنده، شما نمیخواد راجع به چیزا به جوان 20 ساله با من کل بکنی. جناب مهندس شماره 3 نقاشی آخر بچه هم راتون موقع بفرمین، حواستون جمع باشه تو بعضی داما نیافتین بچه های مشروطه خواه. سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی، یه روپ دیگه براتون پخش میشه، فعلا اشکال فنی به وجود اومده، اشکال فنی هم به دلیل کهنه بودن دستگاه هاست چون ما نمیفروشیم شرف و ناموسمون، اشکال نداره الان یه روپ دیگه پخش میکنیم. دو تا از بچه ها لطف و محبت کردن، بانو زهرا از بالتیمور $100 دست درد نکنه، خیلی ازت ممنونم بانو زهرا عزیز از بالتیمور $100، و سرباز دور از وطنم $50 که از ایشون هم سپاسگزارم، سرباز دور از وطن، خیلی ازتون ممنونم، دستون درد نکنه. اما مهمترین دستاوردی که انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم داشت، بچه ها جوان ها گوش کن، دختر خانم ها حواستون بدید به من، این حق رأی به زنان ایران بود. ششم بهمن بدطوری آخونده رو سوزون، این آخوندهای کثیف ملعون نجست نجاست گرفته کثیف همشونا بدون استثنا هر کسی این لباس لجن رو به تن کرده، این مردشون قیافاتون رو ببرن همشون شپشون، حالا 4-5 تاشون هم راه افتادن توی خیابونا، آقا دیگه جوونا نمیان تو مساجد، اسلام ضربه خورده، بی شعور، تموم شو ممد و لولو بو چی اومدی میگید مسجد خالی شده فقط 4 تا پیر مرد و پیر زن میاد، تموم شو. اصلا تمام دعوای ما با شما سر همینه، دعوا بین ناسیونالیسم و شیعه است، ما با شما دعوا داریم، بعد دعوایی بین ما ناسیونالیست ها، بین ما ایرانیان میهن پرست با شما اراذل اوباش اقیانوسی از خونه، با 400 اقیانوس دیگه هم نمیتونید این اقیانوس رو تمیزش بکنید، شما 1400 ساله دارید ما رو میکشید، نویسندمون رو کشتید، شاهمون رو کشتید، نخست وزیر کشتید، وزیر کشتید، وکیل کشتید، آدم معمولی کشتید، کارگر، کشاورز، زن، دختر، پیر، جوون، ورزشکار، پزشک، مهندس، وکیل، قاضی، نقاش، خواننده، راننده، نوازنده، شما هر کس در ایران تو یک طبقه از اون مملکت بود به هیچ کس رحم نکردید، صابون شما شیعیان به تن همه ما خورده، ورزشکار اعدام کردید، نظامی اعدام کردید، وکیل و وزیر از دم تیغ گذروندین، تمام سران و دولت از بین بردین، شاه ترور کردین، نخست وزیر کشید، شاه کشی رو شما تو مملکت راه انداختین، نخست وزیر کشی رو شما تو مملکت راه انداختین، کسروی رو کی کشت؟
اون دوستش و اون مشاورش کی کشت؟ کی به محمد رضا شاه پهلوی خدایگان آریامر حمله کرد تو کاخ گلستان؟ کی تو دانشگاه تهران زدش؟ کی بمب‌گذاری کرد توی استادیوم 1000 نفری آریامر؟ کی بمب‌گذاری کرد تو فروگاه مهرآبا؟ کی این همه ایرانی رو به قتل رسوند؟ کی زنای ایرانی رو تو 1400 سال شروع کرد سنگسار کردن؟ کی چشم کور کرد؟ کی دست و پا قطع کرد؟ کی آویزون کرد؟ جوانای مردم رو آوردین وسط خیابون آویزونشون کردید مثل گونی برنج؟ کی سلاخی کرد بچه های مردم رو 400 تا تو زندان بردین ریختین تو گودال؟ انگار گونی چیز کیسه زباله داری میدازین تو گودال بعد روشون ورشن آهگ ریختین؟ کی به دخترای ایرانی تجاوز کرد؟ کی باعث شده تو ایران این همه معتاد باشه، این همه بیمار روانی باشه؟ کی مملکت ایران رو به این روز انداخت؟ خب بی پدر و مادر رو جواب بدین. آخوند بی شرفی که میری میکروفون میگیری وایمیس عربده کشی میکنی، مردشون رو اون حنجرته ببرن، مردشون رو اون قیافه لجنته ببرن. شما زن ایرانی نیستین، شما به گور پدرتون خندیدین اصلا وارد مملکت من شدین. شما به گور پدرتون خندیدید برداشتید اسم شهرهای مملکت منو گوشتین رو شناسنامه این لجن نجستتون. آیت الله خلخالی، آیت الله خمینی، آیت الله شبستری، آیت الله خراسانی، آیت الله مشهدی، آیت الله شیرازی، آیت الله اصفهانی، آیت الله اردبیلی، آیت الله آذری، خفه بمیری. پدر سوخته های بی شناسنامه، بی استخون، بی پدر و مادر، بی هویت. همتون از پسمانده های قریشید باشد اومدی کشور من اشغال کردی. بعد حالا اومدی وسط خیابون میکروفون گرفتی دستت که چیز مساجد خالی شده. آقا شما به دین توهین کردی. خود دین اصلا توهینه برای بشریه، اصلا شیعه برای ما ایرانی ها توهینه. شما به ما توهین کردی. شما 1400 سال دارید به شخصیت ایرانی دارید توهین میکنی. شما 1400 ساله دارید به شعور ما ایرانی ها توهین میکنی. شما 1400 ساله به شعور ما، به شرف ما، به ناموس ما، به حیثیت ما، به برجام ما، به آبروی ما، به تاریخ ما، به فرهنگ ما، به دین ما، به خط ما، به زبان ما، به نژاد پاک آریایی، شما به همه چیز ما تجاوز کردید. فلون فلون شد آقای بی شرف بی ناموس. شما به گور پدرتون خندیدی به دستور انگلیس هر غلطی دلتون میخواد میکنی. کی به شما های اجازه داده ملت ایرانو شلاق بزنید؟ کی به شما های اجازه داده دست قد کنید چشکور کنید؟ کی به شما های اجازه داده برید یه جنگ رو بزنید 8 سال 3 میلیون ایرانی رو به قتل برسونید؟ کی به شما های اجازه داده یه کشوری با 22 میلیارد دلار ذخیره ارز به این روز بندازید؟ کی به شما های اجازه داده هروئین و از سیگار ارزمندتر تو بین بچهای مردم پخش بکنید؟ کی به شما همچین اجازه داده؟ شما به گور پدرتون خندیدی بعد حالا اومدی داری گریه میکنی که مر بزنیم از چه؟ دارم بهتون میگم آخوندا خوب گوش کنید. طلبه ها، جوجه طلبه هایی که دستور علی شیری اومدین بیرون عکس علی شیری هم میگیرین دستتون، آقا بعضی از این مسئولی خفه بمیرید، خفه بمیرید، مردشو رو قیافه خودتون و مسئولینتون رو برن. کدوم مسئولی؟ بی پدر و مادر شما اگه مسئولیت سرتون میشه، چه غلطای زیادی، چه زرزر زدنای زیادی. مسئولین کدوم مسئولین؟ کدوم مسئولیت؟ تو چه مسئولیتی به گردن تونستی که فلون فلون شد؟ تو مسئولیت زن و بچه خودتو به گردن نمیتونی بگیری؟ فقط این بچه بس میرسین تو مملکت، فقط دارین تو خونتره که آخون تو مملکت زیاد میکنی. یه شرف های بیسته باده نفهم شپشون. ما ملت ایران، ما آریایی هستیم، آخون نمیبرستیم، شیعه نمیبرستیم. شما به گور پدرتون خندیدین اومدین داستان شیعه سنی تو ایران رو انداختی که دور مرز ایران رو بخواین چیز درگیری واسه ما را بندازین. آقا اینا سنی ان، به گور پدرتون چیه؟ به شما چه؟ شما فضولین. ما یه ملتی هستیم با یه پیشینه یه تاریخی پاک، یک قوم پاکی هستیم ما. مگه ما از پشت دلدهات قریش اومدیم بعد یه یارو مرگی چوپونه بی سواد از طویله مکه رفته طویله مدینه بعد این شده تاریخ مبدا مسلمونا؟ من زننه به من چه مربوطه که من بیام توی روزنامه هم وردنم بنویسم 12 ذی‌قعده 1400 گلبرجون خفه بمیری؟ مردشو رو قیافه محرم و صفر و رمضان و ذی‌حجه و ذی‌قعدتون رو ببرن. اسم بچه های مردم گوشن رمضان و محمد و فاطمه و ابوالفضل و نمیدونم جواد و محمد و اصلا شما چیکار حسنید که به ما در این دستور میدین؟ شما به گور پدرتون خندیدین کشور منو فروختین به انگلیسا که انگلیس بهتون گفت آقا بزنید بکشید، نذارید کسی تو شناسنامش برداره بنویسه مثلا اسم اینو کوروش، خشایا،
اسم ایرانی واسه دختر و پسر رو بذارن. شما به گور پدرتون خندیدین؟ تمام اسم دختر ایرانی اسم گل بوده، حالا اسم دختر ایرانی شده صدیقه و کبرا و نمیدونم اقدس و اشرف و پدر پدر سوختتون در میری. من اینجا نشستم حواسم به همین کلیپ ها برام میاد، من نگاه میکنم دیگه. زر زیادی نزنی بچه آخونده کسافه. تموم شد اون گنبد و بارگاه و اون چیزه که اینجوری سیخکه مثل موشک فرستادین اونجا. اینجا مسجد جامعه اصفهان، مسجد گوهرشاد، مسجد شاه، اسم شاه رو گذاشتین. پدر سوخته ها با اره تمام اون گنبد رو ما ارهش میکنیم. اونجا باید بشه دانشگاه، بیمارستان. از تمام اون زمینه باید 5000 متر زمینه برشته گشته. یه مرکز شپشان رفته اون بالا صدق الله علی خفه بمیر. مردش رو دندونت ببرن، مردش رو اون فکت رو ببرن، خفه بمیر، مردش رو قیافاتون رو ببرن. اونجا باید بشه دانشگاه، اسمش هم بزن دانشگاه خشایارشاه، دانشگاه انوشیروان، دانشگاه کوروش، دانشگاه آریامهر، دانشگاه رضاشاه، دانشگاه شهبانو فره، دانشگاه فردوسی، دانشگاه حافظ، دانشگاه سعدی، دانشگاه خیام. پدر سوخته ها، دانشگاه ستارخان، دانشگاه باقرخان، دانشگاه بزرگان و مملکت. بعد مرکز فیلم واسه ما درست کرده میرزا کوچک خان انگلی. خفه بمیری، خفه بمیرید. مردم غیور گیلان زیر بار این بی‌ناموسی ها، این بیرگی ها نخواهند رفت. فلون فلون شده ها. گیلان برای خودش یه عظمت، یه تاریخ. گیلان، رشت و بندر پهلوی و سایر شهرهای استان زیبای گیلان برای خودش یه داستان. اینه گیل مردن. میرزا کوچکخان انگلی روی ورژن سنجاق زدن به تاریخ گیلان. یا اون یه رو چاقو کشه نه قوچانی ورژن چیز زدن، سنجاق زدن، سنجاق زدن به چیز مازندران. بچه هایی تبرستان خفه ببینید. از اونجا رضاشاه بزرگ اومده بیرون. مملکت مردم خراسان به اون زیبایی رو برشن دادن دست اون مرکت علم الهدای بی سواد نفهم مرکت لواتکار بی شعور. خودشون دختر فلون فلون شدنش که سکسیتش داره میاد بیرون. چه صافت های آشخار. پدر پدر صحبتمون در میاریم. انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم جوونا، این رأی که به اجازه به اصطلاح اعطای حق رأی به زنان ایران دادن، آخوند و سوزوند. عربدی میکشه اون روح الله الموسوی الخمینی، آن بیمار روانی. حالا من نمیدونم اینطوری که میگن پاک روان نذاشت، تیمسار پاک روان نذاشت این مرد که اعدام بشه. نمیدونم، هر کی یه چیزی میگه دیگه. تاریخ ما هم که میگن یه نفر نایمد درست حسابی که واقعه رو بنویسه. بابا دیگه مال سال 41 که شرافت داشته باشیم بگیم بنویسین دیگه. این همه رجال سیاسی ما نداشتیم. یکی چسبوندش به اسدالله علم، یکی چسبوندش به پاکروانی، که چسبوندش به این، هیچی هم نبوده. سفیر انگلیس سوسه میدونه و اون سید کاظم شریعت مداری گور به گور شده که بچه صدقه خورش حسن صدقه خور امروز تبیله دار شده تو بلدین. بی شرف، بلکه بی سواد نفهم. این چیز میمونه مرک لغلقو توی بلدین حسن صدقه خور. لرزونک دارم لرزونک، اینطوری حرف میزنه. مثل اون یارو بنی سگ بود بلند میشد پوشک به یازون بود. همه شون همینه، همه شون نوکرن. خاک برزن باباش هم نوکر بود، پدر بزرگش هم نوکر بود، همه شون نوکر سفارت انگلیس بودن. اینا همونه بودن که تو سفارت انگلیس بود صف وایساده بودن. بعد میگودن ما رفتیم اونجا چیز بذاریم، نظری میدیم تو سفارت. فلون فلون شده تو رفتی نظری بده مثلا به موسیو سیبقه تو اونجا. مثلا اون یارو چه مثلا مسلمان بوده، من موسیو رفتم به باقی. به هر حال این جریان چیز، جریان اعطای حق رأی به زنان ایران آتش زد که اون مردی که بی سواد لواتکار رفت اون مسجد اون طویله تو قم، بعد گفتش که آقا اقلا جلوی این زنها را بگیرید، به اینها حق رأی ندید، این دور از شرع اسلام است، اسلام مخالف این چیز است. قبل پدره که اسلام مخالف. این مردکره همونجا که رو منبر باید حرف میزد، باید به خدا من تعجبم، واقعا تعجبم. مثلا چه اتفاقی میفتاد؟ یه دونه از این افسرهای کلانتری، یه پاسبون، یه سرباز گارد، بابا یکی قشنگ میرفت تو جمعیت میگفت به نام ایران پاق. همچین اون موقع که دهنش وام کرد میگفت آقا، یکی میذاشت تو دهنه که مخ نداشتش به پاچه رو منبر. چی میخواست بشه؟ چند هزار نفر تو اون مسجد بودن.
چند صد نفر، 500 نفر چی میشو؟ مثلا طیب حاج رضایی چه غلطی کرد که اونا خواستن چه غلطی بکنن؟ این دفعه میدونیم پدر سوخت آباد باهاتون چجوری رفتار کنیم که دفعه دیگه کسی نره بشونه اون بالا غلط زیادی بکنه. هر کس هر حرفی داره با آرای مردم میره میشینه تو مجلس شورای ملی. حزب درست کنید پدر سوخت آباد، حزب درست کنید، بگو من کمونیستم، حزب دارم، باری کردم، رأی آوردی؟ بله اینا رأی آوردن، بفهم تو مجلس، برو اون بالا پشت میکروفون برو حرفتو بزن. پدر سوخت آباد نه که بریم دوباره تو زیر زمین بگیم شاه رژیم امپریالیستی شاه و کمک هایی که از طرف اسرائیل میشه و خلق مسلمان فلسطین را به رگباب مسلسل ها بستن، در سیاه چال های شاه هر روز هر شب شکنجه میدهن، تو خمرق داغ از پایین میرود از بالا میآید. پدر سوخت حق باز بیشعور جوان نفهم، نفهم همون مزخرفات رو گفتید که کشور دو دست شوهر دادید به آخوند، که آخوندم اومد الحمدلله جوابتون رو داد، همه تون از دم تیغ گذرون، دستش هم درد نکنه، تو چشمتون کورش نیت بگید که امام ما از تو میخوان بیه بشی رئیس جمهور. خوردی؟ خوشمزه بود؟ تا دندتون نه، از همه تون پذیرایی کرد، از تون تشکر کرد، از مصدقی های ایران بر باده، توده ای های همیشه خائن، چپ وابسته، کمونیست های جهان وطن و تروریست های مجاهد، از همه تون نوبت به نوبت تشکر کرد. چون شما ها گفتید که تو امامی، امام ما پشتت وایستادیم، خیلی بد جوری وایستادیم پشتت سفت. بعد جناب مهندس اگر حاضری من در خدمتونه. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی، آفرین به بچه های عزیز، آفرین به همه تون، شما دختر خانم ها آقا پسرا نوجوان ها باری کلا، آفرین 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 1300 آفرین. بریم یکی از فرمایشات خدایگان اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ ابر مرد تاریخ ایران و جهان روان شاد خدایش بیامرزد، بریم و هم گوش کنیم به مناسبت انقلاب شکومند سفید شاه و مردم. بچه ها با جان و دل گوش کنید. جناب مهندس شماره 4 لطف و محبت بفرمید. امروز 2 سال از ششم بهمن 1341
می‌گذرد روزی که به تصویب شما ملت ایران 2500 سال تاریخ اجتماعی ایران را ورق زدیم و یک مرتبه رحمه جانبه وارد ردیف اول ملل و اجتماعات مترقی امروز جهان شدیم. عظمت و قاطعیت انقلاب ما و جواب مثبت و خرد کننده شما به قدری بود که برای دشمنان ایران حالت بغض و سرگیجی پیدا شد. روز ششم بهمن با تصویب ملت بدون اینکه از دماغ کسی خونی جاری شود به عنوان انقلاب سفید شاه و مردم وارد تاریخ شد. اما من پیش بینی می کردم که دو جناح یعنی مخربین بی وطن سرخ و مرتجعین سیاه آرام نخواهند نشست، چون دنیای آنها تمام می شد. در اسفند 1341 در فارس مرتجعین دزد قاتل قطاع طریق را راه انداختند که قوای انتظامی با دادن 65 قربانی خاموش ساخت. در 15 خرداد 1342 در تهران اوضاعی چنان وحشیانه به پا ساختند که از ذکرش شرم دارم، که آن هم با سرکوبی جاهدین و خائنین خاتمه پیدا کرد. تمام تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است ما را باز به همین اتحاد نامقدس ورد سوءقصد به جان منصور نخست وزیر میرساند. منصور چه کرده؟ غیر از اینکه در اجرای هدفهای انقلاب ششم بهمن با پاکی و صمیمیت روزی 20 ساعت کار میکرد، غیر از اینکه برای اجرای این برنامه های فنی قیافه های جدید تحصیل کرده و متخصص و درستکار جمع‌آوری کند و روح همکاری دست جمعی و سازمان صحیح اداری ایجاد کند، با تمام قلب آرزو دارم که این فرد فداکار زنده بماند و به خدمت خود ادامه دهد. اما اگر خواست خود طور دیگری بود، این مسئولیت را به فرد دیگری می سپردم که همان هدفها را تعقیب می کرد و یک لحظه وقفه در اجرای برنامه های انقلاب ششم بهمن که از آن موقع تا به حال با دو سپاه دیگر تکمیل شده است پیش نمی آمد. چرا این موقعیت محکم و ثابت در مملکت پیدا شده است؟ برای این که ششم بهمن 1341 طوری پیوند شاه و مردم را محکم کرده است که مداخله یا نفوذ اجنبی را در مملکت ما به صفر رسانیده است. در این حال روابط ما با متحدین خود بر اساس صمیمیت و احترام متقابل و حقوق مساوی و با همسایگان و سایر ممالک دوست بر اساس بهترین و صمیمی‌ترین روابط رایج بین المللی است. برای اینکه به شما ملت ایران، نسل امروزه که شاید خاطرش نیست، و برای دیگران احیانا برای یادآوری یا روشن کردن ذهن آنها، باید به شما بگویم که اینی که الان میگویم در مملکت ایران نفوذ خارجی دیگر نیست. پس موقعی که نفوذ خارجی بود موضوعش چه بود؟ سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. شنیدی فرمایشات خدایگان رو؟ همه رو به ما میگفت، کو گوش شنوا. بعد نمیواد اینا رو تفسیر بکنه واسه مردم. رادیو تلویزیون افتاد دست پودری، نمی اومد
اومدن قلم بزنن اینا که ادعا میکنن امروز نشستن تو لندن میگن ما سردبیر بودیم، نمی اومدن اینا رو باز کنن. همینا که امروز میاد میگه که تقی‌زاده و طاهری، آقا باز نمیکردن اینا رو. حالا اومدن خواجه از کشور میگن ما روزنامه نگاریم. به نظر من باید اینطوری باشه، کی اصلا نظر شما رو خواست؟ شما اگه اهل نظر دادن بودید مملکت رو نباید شوهر میدادید که مملکت بیاد از آخون و بقیه شون. هیچ کس نیومد حرفای مرد رو تفسیر کنه برای ما که این مرد داره چی میگه، چه پیامی داره به ما میده. هنوز هم که هنوزه جایگاه هاشون تو همه جا هست. چرا هست؟ پیدا کن خربوز فروش را، چون دیگه کار پرتغال گذاشته. بله جناب مهندس، پنجم لطفاً موبایل بفرمایید. آقای جلالی هم از کانادا $100، خیلی ازت سپاسگزارم. آقای جلالی از کانادا $100 لطف و محبت کرد. جناب مهندس بعدی هم لطف و محبت بفرمایید. شاهد و ناظر وقایع این مملکت بودید و میدانید که تمام این مدت روزهای خوش و با سعادتی نبود. مملکت ما دچار گرفتاری‌های گوناگونی بود. مدت زمان جنگ و بعد از جنگ دچار اشکالات فراوانی بودیم و این اشکالات را به خواست خداوند توانستیم یکی پس از دیگری از آنها بگذاریم تا این که امروز به بزرگترین آرزوهای قلبی خودم و میدانم ملت ایران برسیم که ببینیم چنان جمعیتی به نمایندگی حقیقی اکثریت مردم ایران در اینجا جمع شدن و برای من که از سفولیت از زمانی که در مدرسه درس می‌خواندم به فکر خود در طلب چاره‌جویی برای بهبود زندگی اون موقع رعیت ایران بودم، پاداشی بالاتر از این نیست که امروز ببینم به خواست خداوند نه فقط زندگی اون رعیت سابق بهبود پیدا کرده است، بلکه از همه مهمتر شخصیتی است که من امروز در فرد دهقان‌های ایران می‌بینم و او را گردن فراز و پر از امید به آسیه و مصمم به کار کردن بیشتر می‌بینم. برای من این ساعت شاید گرامی‌ترین و شریف‌ترین ساعت زندگی من باشد، چون هم یکی از آرزوهای دیرینه خود را برآورده می‌بینم و همین که لااقل 75% جمعیت این مملکت را و خوشبخت قدرتی نتواند در آینده رژیم بردگی دهقان را از نو در مملکت مستقر سازد و ثروت‌های ملی کشور را به تاراج جماعتی قلیل بسپارد، وظیفه خود می‌دانم به نام رئیس قوای سگانه مملکتی استقرار این اصلاحات را از طریق مراجعه به آرای عمومی از انتخابات مجلسین
از ملت ایران که حاکم بر مجلس این و منشأ اقتدارات ملی است تقاضا کنم. تا بعد از این منافع خصوصی هیچ کس و هیچ گروهی حاضر به محض آثار این اصلاحات که آزاد کننده دهقان از زنجیر اسارت رژیم ارباب و رعیتی و تأمین کننده آینده بهتر و عادلانه تر و مترقی تری برای طبقه شریف کارگر و بهبود زندگی کارمندان صدیق و زحمتکش دولت و رونق زندگی اسکاف و پیشوران و حافظ ثروتهای ملی نباشد. من علاقمندم این قوانین که به منظور تحقق تحول عظیم تاریخی در ایران به موقع اجرا گذاشته شده است مستقیما مورد تصویب افراد ملت ایران قرار گیرد. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خدایش بیامرزه. روحت شاد شاهنشاه، روحت شاد شاهنشاه، روحت شاد شاهنشاه. ما رو ببخش پدر، ما رو ببخش. بعد بی شرفا میشستن میگفتن که کمونیستای جهان وطنی، توده‌ای های همیشه خائن، این کمونیستای بی شعور، خلق و کارگر، کارگران، زحمت کشان، کیسه کشان، متحد بشوید بر علیه امپریالیست، کارگران پتک خود را بلند کنید، کشاورزان داس خود را بلند کنید، همه چی را بلند کنید که چی بشه، که هیچی، یارو بره به تمرکز تو کرملین کلکسیون اتومبیل ببره خودش درست بکنه. خب بی شرفا، این انقلابی که تو ایران شد، این انقلاب سوسیالیستی نبود؟ حق حقوق کارگر دادن، این اسمش انقلاب سوسیالیستی نبود؟ تمام قوانینی که در مورد کارگر در کشورهای مدرن جهان پیاده میشد تو ایران پیاده شد که در کشورهای بلوک شرق نبود. بیمه های اجتماعی، حقوق، مزایا، سود سهام کارخانه، خورد و خوراک، با ماشین میبردن میآوردنشون. کجا بود؟ تو کدوم کشورا بود اینطوری؟ کجا در دنیا؟ ماو مگه نیومد در انقلاب دهقانی رو انداخت تو چین؟ چی داد به کشاورز؟ 40 میلیون آدم کشت. من نمیگم، اسناد خودشون داره میگه تو جمهوری خلق چین. اینا ماوتون به اسم مبارزه با فئودالیسم چیکار کرد؟ همون یه لقمه نون و سوسکی هم که داشتن چینی ها میخوردن اونم ازشون گرفت، تمام زمیناشون رو مصادره کرد. پدر سوخته های حق باز شالاتان دروغگو. فرشید همرزم عزیز ما هم از آلمان 5 دلار 5 یورو دست درد نکنه. فرشید جان خیلی ازت ممنونم. انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم بر آحاد ملت ایران خجسته باد. میهن پرستان جشن بگیرید انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم رو، و باید برگردونیم سلسله پهلوی رو. مبارزه سختی است اما پیروزی از آن ماست. گوش کنید من بهتون چی میگم. الان کشورهای ایتالیا، یونان، همین آلمان، فرانسه، جووناش رفتن نشستن تو اینترنت خوندن، حالا میخوان شاههای سابقشون رو برگردونن. برای همینه که بی بی سی هی نشسته بنگاه لجن پراکنه میگه شاه سابق آخرین شاه، آخرین شاه آخرین ولیعه، آخرین شاه آخرین شاه. اینا دارن وقت کشی میکنن که بیاد رو 50 سال
که نسل من، نسل رضا پهلوی وارث تاج و تخت، نسلی که شاه ما رو تربیت کرد، نسل من بره بالای 65-6 سال دیگه تموم شد، فیلممون پاره است. حواستون رو جمع کنید، باید تکلیف رو به زودی روشن کنید ملت، تکلیف رو باید به زودی روشن کنید، بد بلایی داره سرتون میاد، دارن بلایی به سرتون میارن که همه تون از ایران در به در بشید. انقدر روستایی اومدن تو شهر، شهری ها رفتن تو ترکیه، رفتن دبی، رفتن ارمنستان، همینطوری مملکت ریختن به هم که ایران رو کاملا خالی بکنن از ایرانی، بدن دست کی؟ بدن دست یارهای خودشون، دست یه مش تنلش شیعه دزد مواد فروش تروریست. بریم به فرمایشات اعلیحضرت سیروس رضاشاه دوم پهلوی سوم گوش کنیم. جناب مهندس شماره 6 رو لطف بفرمایید، 3 تا از فرمایشات ایشون امشب 3 قسمتشو پخش میکنیم که امیدوارم جمعه بتونیم، چون اینا مهمترینش این بخش بود، اگه شد جمعه 3 تا بعدی رو پخش کنیم، ولی این من این 3 تا خیلی برام مهم بود. بریم با هم اینو گوش کنیم، بیایم و بتونیم برنامه‌مون رو امشب به هر دو موضوعی که بهتون قول داده بودم اختصاص بدیم. جناب مهندس شماره 6 رو تمنا میکنم از حضورتون. از شنگایی از گفتگوی جمهوری اسلامی با برخی کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی به امید نزدیک شدن و برقراری روابط است. به نظر شما آیا چنین تلاش‌هایی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد یا تضادهای سیاسی وجود دارد که مانع موفقیت این تلاش‌ها می‌شود؟ من بیش از 4 دهه روی آزادی کشورم کار کردم. در آن زمان من با رهبران سیاسی بسیاری از سراسر منطقه ملاقات کردم. و آنها افرادی متفکر بودند که می دانستند این رژیم هرگز رفتار خود را تغییر نخواهد داد. مطمئنم آنها به یاد دارند که از روح الله خمینی نقل قول می کردند که گفته بود ممکن است اورشلیم و قضیه فلسطین را فراموش کند، اما هرگز تمایل خود برای سرنگونی حکومت عربستان سعودی را فراموش نخواهد کرد. و خامنه ای هم اکنون مشروعیت تغییر این تصمیم و سیاست را ندارد. آنها می دانند که تنها راه ثبات و روابط واقعی سازنده ایران سکولار و دموکراتیک مبتنی بر اراده مردم ایران است. ایران مورد نظر ما غرور ملی ما را با احترام به همسایگان و حسن نیت و همکاری با آنها متعادل می کند. درست است که دوستان ما در منطقه باید سطحی از ارتباط بین دولت‌ها را حفظ کنند، اما به جایی نخواهند رسید و مطمئنن به مهمترین دغدغه هایشان با این سیستم فعلی پایان نخواهد داد. سپاس از شما جناب مهندس یواش گرامی. خوب توجه بفرمایید بچه های داخل کشور. یکی از مهمترین موضوعاتی که علازت در این مصاحبه به اون اشاره کردن مورد ناسیونالیسم ایرانی بود. علاوه در فرمایشاتشون این توجه رو دارن به کشورهای منطقه میدن، چون تمام ترس اعراب از جریان ناسیونالیسم ایرانی و یکی از دلایلی که عرب‌ها خرج کردند که ایران به این روز بیفته، یه عده‌شون اسلحه فرستادن، پول فرستادن، خیلی شیطنت کردن که ایران رو از اون قدرت بندازن پایین. بدون تعارف بگم ایران قدرت اون منطقه شده بود، یعنی قدرت از دست رفته رو آریامل باز پس گرفته بود. جریان زوفار ما اونجا میخمون رو کوبیدیم، در مورد عراق و اروندرود و که اونم گفتن شط العرب و چوچه میخمون رو کوبیدیم، تو الجزایر میخمون رو کوبیدیم، تو دهنی به یاسر عرفات و سوریه زدیم، اسرائیل رو دیگه رسما به رسمیت شناختیم، باهاش داد و ستد داشتیم، بهشون فهموندیم. ما اومدیم ایران، اومد دوباره تو میدون، این عربا رو وحشت زده کرد، ترسیدن و ما روابطمون هم باشون حسنه بود. اینا اینقدر بیشور بودن گفتن اگه ما دوم ناسیونالیسم ایرانی رو قیچی بکنیم، یه حکومت شیعه بیاریم، چون هممون شیعه نیستیم، یعنی عربا وهابی و سنی و پون هرچی هستیم شیعه نیستیم، ما زورمون به این شیعه میچربه. و در نهایت هم میدونستن
که ایرانی ها زیر بار این جریان شیعه نمیرن چون دوران طلایی آریامه رو دیدن. به این ترتیب ایران رو ما از این مزاحم رو از سرمون میگذرونیم تو منطقه. منتها نمیدونستن که رو کسی دارن سرمایه گذاری میکنن که اینا خطرناکتر از ناسیونالیسمن. مسئله شیعه‌گری خطرناکتر از ناسیونالیسمه. حالا ازت این توجه رو دارن به عرب میدن که آقا جون مسئله ناسیونالیسم ایرانی برای شما خطری نیست، ما با همه شما رفیقیم و رفیق بودیم، ما با شما دوستی داریم، ما میخوایم با شما توی این منطقه داریم با هم زندگی میکنیم. آن چیزی که خطره اینان، این شیعان، که نکته بسیار 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 مهمیه. حواستون رو جمع کنید بچه ها، حواستون رو جمع کنید. این شعارهای تندی که دارید تو این دنیاهای مجازی میدید، ما با اعراب، ما با یهودیان، ما با مسیحیان، ارمنیا، آشوریا، ما با هیچ کس هیچ دعوایی نداریم. با چینیا و روسا هم دعوا نداریم، با انگلیسا هم دعوا نداریم. آقا ما با هیچ کس دعوایی نداریم. ما میگیم طبق موازین و قوانین بین المللی ما نیز حق حیات داریم، دخالت نکنید، دخالت نمی کنیم. شما اومدید ما رو انگولک میکنید بعد با میگید ساکت باشید، نمیشه. از چپ و راست دارید بغل گوش شاه مملکت کودتا را میندازید، بعد میگید تو نرو صاحب یه ارتش قوی بشو. بعد از شاه میپرسن که شما چرا صاحب 2000 تا مثلا هلیکوپتر شدی؟ میگه بابا کشور بغل دست من عراق الان 2400 هلیکوپتر داره، چرا گریبان منو گرفتی؟ چرا تو 3000 تا تانک داری؟ میگه بابا سوریه رفته 2000 تا تانک سفارش داده. بنابراین این فرمایش اعلیحضرت این هستش که ناسیونالیست ترسی برای شما نداره. اون مزخرفاتی که یه دو اومدن از این ور و اون ور تو مخ شما ها کردن، تو اون رهبران برخی از کشورهای جهان، یعنی همون انگلیسا، که حواستون باشه این ایرانی ها اگه برگردن به دوران مجد، به دوران شکوه، به دوران ناسیونالیست، اینا بعد پدر شما عربا رو در میارن. چون اینا اصلا از شما یه خورده حسابی هم با شما سر اون جریان قادسیه دارن. نه آقا جون، اون جریان قادسیه رو ما از نظر تاریخی باهاتون حل میکنیم، نه با شمشیر. چجوری حلش میکنیم؟ اسلامو جاروش میکنیم، میذاریمش تو خاک انداز میکنیمش توی آشغال دونی، میذاریمش بیرون، تموم شده. داره برمیگردیم به آیین و کیش خودمون. اصلا نمیخوایم، ما دینم اصلا نمیخوایم، به شما ربطی نداره. ما نمیخوایم مسلمون باشیم. این دلیلی نیستش که چون ما تو منطقه باید مسلمون باشیم. کی گفته همچین حرفی رو؟ کی گفته ایران باید مسلمون باشه؟ چون هم مرز عراق و ترکیه و سوریه و افغانستان و پاکستانه. کی به شما کی این دستور داده تو دنیا؟ تموم شده. داره ما میخوایم ایرانی باشیم، ولی با شما سر جنگ و دعوا نداریم. جناب مهندس دومی رم لطف موعد بفرمایید، یعنی مقصودم هشتمیه، لطف موعد عذر میخوام هفتمی، معذرت میخوام. با نگاهی به منطقه، در هر نقطه‌ای که جمهوری اسلامی به هر نحوی در آن حضور داشته باشه، چه مستقیم و چه از طریق نیابتی‌ها و مزدورانش در منطقه، تنش حاکم است. نتایج اقدامات این رژیم چیست و دیدگاه اولیه شما برای سازوکارهای رویارویی و مقابله با این حضور منفی و خطرناک جمهوری اسلامی چیست؟ و به عنوان مخالف جهت التزام ایران به اصول روابط بین الملل و قوانین چه برنامه‌ای دارید؟ حسن همجواری و تعهد به عدم دخالت در امور داخلی دیگران. توجه داشته باشید، این رژیم مدعی شد که به دنبال قدرت برای پایان دادن به امپریالیسم است. کاری که او در عوض انجام داد این بود که امپریالیسم وحشیانه را به شیوه خودش در منطقه به اجرا گذاشت. از حمایتش از حوثی‌ها و ایستادن در کنار بشار اسد در جنگش با مردم سوریه گرفته تا حمایتش از حزب الله در تخریب لبنان و حمایت او از تروریست ها در عراق، و این لیست ادامه دارد. رژیم در کشور من به دنبال ایجاد هرج و مرج در منطقه است. از آنجا که در هرج و مرج رشد می کند، هرج و مرج به آن اجازه می دهد تا خود را بیشتر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت کند. این تاکتیکی نیست که رژیم از آن استفاده می کند، بلکه استراتژی و بخشی از دی ان ای آن است که خود را وقف صدور انقلاب و بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه به نفع خود می‌کند. تأکید می‌کنم که خامنه‌ای نه میل دارد و نه توانایی تغییر آن را دارد، زیرا این به معنای پایان این رژیم و کارزار آن برای ایجاد خلافت شیعی
و بی‌ثبات کردن دوستان ما در منطقه و پایین آوردن آنها از تاج و تخت است. اما جایگزین آن ائتلاف متنوع مخالفان و اکثریت قریب به اتفاق مردم است، مردمی که کاملاً با رژیم فرق دارند. ما ایرانی‌ها می‌خواهیم با همسایگان خود در صلح زندگی کنیم و با بحرینی‌ها، سعودی‌ها، اماراتی‌ها، کویتی‌ها، اسرائیلی‌ها و سایرین صلح می‌خواهیم. ایران آینده قصدی برای مداخله در امور داخلی همسایگان خود نخواهد داشت و ما نیز در ازای آن انتظار همان را داریم، چیزی که اکثریت اپوزیسیون سکولار دموکرات با آن موافقت خواهد کرد. فراتر از صلح، ما خواهان همکاری مثمر ثمر هستیم و این تنها در صورتی امکان پذیر است که مردم ایران در تلاش برای آزادی موفق باشند. سپاس از شما جناب مهندس هاشم گرامی. خیلی سریع ساده، تا موقعی که جمهوری اشغالگر اسلامی توی این منطقه هست، آب خوش از گلوتون پایین نمیره. ایران با ثبات یعنی صلح و ثبات تو منطقه. ما با شما سر جنگ دعوا نداریم، ما میگیم به کارمون دخالت نکنیم، ما به کارتون دخالت نمیکنیم. همون شده خیلی موضوع خیلی ساده. مگه در زمان شاهنشاهیام ما به کار شما دخالت میکردیم؟ مگه ما رفتونیم به عربستان بودیم تو چرا گردن میزنیم؟ مگه ما به سوریه میگفتیم تو چرا مثلا اونجا پایگاه‌های تروریستی رو انداختی؟ اون موقع هر کاری دوست داری بکن، اما اگر بخوای از سوریه سنگ پرتاب کنی، بعد پدر سوختت در میاری. اونا هم فهمیده بودن که سرشاخ ما رو نمیتونم بگیرم، ما هم کاری به کارتون نداشتیم. پس یک ایران با قدرت با ثبات به نفع صلح و آسایش و امنیت و منطقه است. حالا دیگه خودتون برید تکلیف خودتون رو روشن کنید. میخواید اینجوری باشه، خب بیاید اینطوری باشه. چرا مهندس آخری هم لطفا موعد بفرمایید. هشتمی رو نیروها و نهادهایی هستند که خود دولت دیگر در داخل رژیم ایران هستند که کنترل و هژمونی خود را بر رژیم حاکم در تهران تحمیل می‌کنند، مانند سپاه پاسداران. آیا اپوزیسیون ایران در تهران اگر به قدرت برسد می‌تواند با این نیروها و نهادها برخورد کند؟ پرونده‌های داخلی و برنامه هسته‌ای را چگونه مدیریت خواهد کرد؟ من خودم سرباز بودم و به عنوان خلبان نظامی به ملتم خدمت می‌کردم. و زمانی که صدام حسین به کشورم حمله کرد، با این که در تبعید بودم، برای دفاع از ایران داوطلب شدم. این عقیده اکثریت قریب به اتفاق نظامیان ماست. آنها وقف دفاع از ایران هستند، نه دفاع از این رژیم. من مفهوم آشتی ملی را به عنوان یک اصل راهنما در مبارزه خود برای آزادی ایران در 14 دهه گذشته همواره در پیش گرفتم. شاید مهمترین رکن آن نقشی باشد که نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی پس از دگرگونی خواهند داشت. اما بیایید به نقش سپاه پاسداران نگاه کنیم. دلیل ایجاد آن و هدف آن در قانون اساسی دفاع و صدور انقلابان هاست. وقتی این رژیم انقلابی سقوط کرد، آنها میخواهند از چه چیزی دفاع کنند؟ هیچ چیزی. بنابراین زمانی که مداخله آنها در اقتصاد و فساد عظیمی که مردم ایران از آن نفرت دارند پایان یابد، استقلال خود را از دست خواهند داد و تابع رهبری سیاسی جدید خواهند شد که نه به ظلم و ستم داخلی ایران وابسته است و نه به بی‌ثباتی خارج از مرزهای ایران. با حذف متعصبان ایدئولوژیک از رهبری توسط جنبش مردمی، سربازان باقی مانده در نیروهای مسلح ما ادغام خواهند شد تا از کشور و مرزهای ما دفاع کنند. ما برای ادغام مجدد آنها در جامعه و اجتناب از اشتباهات فاجعه باری که اتفاق افتاده، مانند عراق، جایی که نیروهای مسلح به طور دست جمعی اخراج شدند و سلاح‌ها را برای ایجاد هرج و مرج، وحشت و بی‌ثباتی تا امروز به دست گرفتند، از بروز چنین روندی جلوگیری خواهیم کرد. به همین دلیل است که من دائما به طور علنی و خصوصی با نیروهای مسلح و حتی سپاه پاسداران صحبت می کنم تا با آنها بگویم هنگامی که زمان آن فرا برسد باید در کنار مردم ایران بایستند، نه این رژیم. آینده آنها در کنار شهروندانشان است، نه با این رژیم در حال مرگ. به یاد داشته باشیم که قبل از انقلاب ایران بدون سلاح هسته‌ای توانایی دفاع ملی را داشت. همینطور بعد از این رژیم، ایران جدیدی که با عدم دخالت در امور داخلی باقی کشورها که باعث بروز دشمنی می شود، نیازی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. ما چه احتیاجی به سلاح اتمی داریم که الان همه دنیا دارن سلاح اتمی خودشون، همین آلمان الان داره تمام نیروهای اتمی خودش رو جمع‌جور می‌کنه. چقدر هزینه بذاریم رو دست خودمون؟ اصلا برای چی ما باید این کارو بکنیم؟ ما تازه باید کمک بکنیم به صلح جهانی. بعد این که میشینی تو این دنیاهای مجازی آقا پاسترا رو سرشون رو ببرید نمیدونم کلشون آویزون، این چه مزخرفاتی میگید شماها؟ این مخاطب عصبی میشه، شاکی میشه، چهار طرف میزنه، اون عقده به اصطلاح آروق رو معده است. ولی ما قرار نیست بریم سر کسی رو ببریم، بریم بسیجی رو بکشیم، اون نمیدونم اونو بکنیم. اگه قرار این کار بشه خب خمینی سر جاش مونده دیگه. دیگه پس چرا ما نشستیم میگیم پندار نی گفتار نی کردار نی؟ بازم میگم اونهایی که آدم کشتن سران رژیمن، سران سپاهن، سران بسیجن، همین اراذل اوباش، مثل محسن رضایی. بعد تو جواب بده مرگ اصلا تو چیکار حسن بودی که 8 سال شده بودی تو فرمانده سپاه و بچهای مردم و فرستادی رومین و همه رو کشی، بعد اومدی گفتی ببخشید داره یکی دوتا نقشه رو من اشتباه کشتم، تو به گور پدر خندیدی مرد که ابله. اینا باید محاکمه بشن. اون یارو کرباسچی که الان رفته زیر لحاف خیال میکنه مثلا یواش قایم شده 20 سال ازش خبر نیست، مثلا ما فراموش کردیم. موسوی و کروبی مثلا ما فراموشتون کردیم، مثلا بچهای رفسنجانی ما فراموش کردیم. نه بی پدر و مادر، باید با پس گردنی بیارم بزنم تو دادگاه، یارو وکیلم بیاره بشینه بغل دستتون، باید جواب بدید بابای فلون فروش شده به گور پدرش خندیده رفسنجانی، تپونچه رو داده به دست یارو گفته بریم بزنید حسن علی منصور رو بکشید. ریشه‌ای باید با موضوع ریشه‌ای برخورد بشه، خیلی بد جوری هم باید برخورد بشه. بنابراین فرمایشات اعلیحضرت بسیار بسیار عرض کنم هشداری بود به منطقه و در این حال یه تلنگاری هم بود به خیلی از همگان که اگر شما میخواید برید بکشین و سر ببرید رو من حسابی نکنید. من نمیخوام سر ببرم، خب بکشم، من با سپاهم در ارتباطم، با بسیجم در ارتباطم، با نیروهای مسلح در ارتباطم، باشون گفتگو کردم. اینا بچهای اون مملکتن. فردا الان امشب رژیم رفت، چی قراره خیابونای اون مملکت رو امشب نگهداری بکنه، نریزن مال و اموال مردم بدوزن؟ اینجوری الان گور و گورم اصلا داره وارد مملکت میشه، الان همه دزدان مسلح شدن. اونند خودمونیم چی؟ مثلا من از آلمان باشم بیام اونجا؟ خب همین بچهای سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی اینا بعد نظم و انضباط شهرها و روستاها و جاده ها و مملکت در دست بیان تا یه چند مدتی طول بکشه، دولتی تشکیل بشه. یه همینجوری هردنبیلی که نیستش که، آش که نمیخوایم به هم بزنیم. یه زمانی طول میکشه تا ما بتونیم مرزها رو کنترل بکنیم، قاچاقچی وارد مملکت نشه، جنس خارج نکنن، پرونده ها نره بیرون. بنابراین منطقی فکر کنید و منطقی حرف بزنید و منطقی عمل بکنید. روز شنبه حالا رو کانال می نویسم، احتمالا میام خدمتون در اینستاگرام گفتگو میکنیم. دیروز هم در خدمت دوستان بودیم، اونجا هم گفتگو کردیم و خیلی هم ممنون از بچه های که اومدیم و صحبت کردیم با هم، خیلی هم خوشحال شدم. شنبه امیدوارم حالا ساعتش اینا رو ببینم یه فرصتی پیدا بکنم، شنبه هم بیام در خدمت. بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب مهندس سیاوش عزیز که امشب هم مثل شبهای دیگه با چه مکافاتی ما وصل شدیم به شما. ما برای وصل کردن آمدیم، برای فصل کردن آمدیم. خیلی زحمت کشید، ازش ممنونم، از آقای سیاوش گل و عزیز ما و از همون شما خانم ها آقایون. اسامی بچه ها رو هم بگیم. بانو زهره از بالتیمور $100، خیلی ازت ممنونم، لطف محبت کردی. سرباز دور از وطنم $50، بی‌نهایت ازت سپاسگزارم. آقا جلالی هم از کانادا $100، از شما بی نهایت سپاسگزارم. و فرشید عزیز ما هم از آلمان €5. فایل آخر آقا روبرت هم جام نثار پهلوی از شیکاگو هم $100. آقا روبرت عزیز ما جام نثار پهلوی، دمت گرم، هممون جام نثار پهلوی هستیم آقا روبرت، خیلی ازت ممنونم، $100. صدای بانو همیرای عزیزم پخش میکنیم واسه حسن ختام برنامه به مناسبت انقلاب سفید، کلیپی که درست شده و همیشه به این مناسبت هم پخش میشه، ما هم پخش میکنیم برای شما عزیزان. به همه تون بدرود میگم تا آدینه که در خدمتون خواهیم بود و سپاس از شاهنشاه آریامهر بزرگ خدایگان برای انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم و همه میهن پرستانی که دست داشتن در این انقلاب شکوهمند. و آفرین به سپاه دانش، سپاه تربیت جوانانی، سپاه بهداشت، آفرین به اون دخترها و اون پسرها.
شاد و پیروز باشید. پاینده باد ایران. جاوید شاه. کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. ما زن و مرد جنگیم، ما بچه‌های جنگیم. علی شیره‌ای، اگر رو منقل بلند شدی بجنگ تا بجنگی. پاینده ایران. جاوید شاه. شاه جانو دل از فیض حق بر بر بادا، گل روی شهبانویت از روی گل تازه تر بادا، از نور خدایی در علم و دین رهبر مویی، باشد زنان را آزادی از تو، ایران زمین را آبادی از تو، شهنشاه آریان رمایی، مبارک بود تاج شاهی تو، همه شهریاران سپاهی تو، روشن دل از نور خدایی در علم و دین رهبر مویی، باشد زنان را آزادی از تو، ایران زمین را آبادی از تو، شهنشاه. Oh,